الانم بنای معجزه نداره، لذالک خدای تبارک و تعالی یه مش مسائل طبیعی قرار داده. این مسائل طبیعی باعث حفظ اسلام شده، باعث حفظ تشیع شده. اگر این بلاهایی که در طول تاریخ بر سر شیعیان نازل شد، بر هر گروهی نازل می شد، تا حالا 10 بار از بین رفته بودن. این همه در تاریخ ما می بینیم، فلان دین از بین رفت، فلان مذهب از بین رفت، همین مذاهب اسلامی، چقدر مذاهب اسلامی بوده، 10 ها مذهب اسلامی بوده، همش از بین رفته. البته مذاهب ضد اسلامی بود، اما اسمش حالا اسلامیه. و بلاهایی که بر سر اونها اومد، 1/10 بلاهایی که سر شیعیان اومد نبود. چه چیزی تشیع را حفظ کرد؟ همین مسائلی که ما ذکر کردیم و شاه فردش، اگر تعبیر درست باشه، شعائر امام حسین علیه السلام، این تشیع را حفظ کرده، اسلام را حفظ کرده. اگر الگو خود امام حسین بهترین الگو هست، اگر از نظر مردها مردهایی هستن، از نظر زنها زنهایی هستن، از نظر بچه‌ها بچه‌هایی هستن. بعضیا میگن مثلا امام حسین چرا زن و بچه‌ش رو با خودش برد؟ حالا امر خدا بود و خدا که امرش که بی خود که نیست، مصلحتی هست. تمام اوامر و کارهای خدا بر طبق مصلحته. شاید ما یک چیزایی را نفهمیم، اما نفهمیدن ما دلیل این نیست که این کار بر طبق مصلحت نیست. شما که پیش پزشک میرید دوایی براتون مینویسه، خیلی وقتا نمیدونید که این دوا چیه و بهش دردی میخوره. اما اینکه این بیمار ندونه معناش اینه که نیست و درست نیست؟ خیر. خیلی چیزا از احکام خدا رو ما نمیدونیم علتش را. ندونستن ما دلیل این نیست که بی علته. گاهی هم میدونیم یا احتمال میدیم. شاء الله ان یراهن سبایا، شاء الله ان یرانی قتیلا. این به خاطر اینه که الگو تمام باشه، برای زن الگو باشه، برای مرد الگو باشه، برای جوان الگو باشه، برای نوجوان الگو باشه، برای بچه الگو باشه، برای بزرگ الگو باشه، یک چیز کامل از نظر الگو برای زندگی و طرز تعامل. این یک. دو، در خود قصه امام حسین علیه السلام شعاراتی که هست، شعارهایی که در قصه امام حسینه در روایات هست، شعارهایی که بعداً اضافه شده مطابق آیات و روایات، تمام اینها یه چیزای خیلی مهمه. همین یا حسینی که گفته میشه خیلی مهمه، از یک چیزایی است که دین را حفظ کرده. آدم نباید کوچیک بشماره این چیزا رو. کارهایی که هست، خدا گفته نماز بخون، چون همیشه مرتبط با خدا باشی، روزه بگیر، مرتبط با خدا باشی. یه چیزایی هست هر روزه، یه چیزای سالی یه باره، یه چیزای در عمر یه باره، مثل حج. همه این چیزا هست. نسبت به شعار امام حسین هم همینه، یعنی سینه زدن، یعنی زنجیر زدن، یعنی قمه زدن، یعنی روی آتش راه رفتن. تمام این کارها یک شعاری هست که دین را حفظ کرده. و کسانی که مخالفت با شعار میکنن، حالا یا ملتفتن یا ملتفت نیستن، شبهه‌ای براشون درست شده، در واقع تیشه به ریشه دین میخوان بزنن. حالا حمله بر صحتش اینه که بعضیا از روی ندانستن این کار را میخوان بکنن. این چیزها تشیع را حفظ میکنه، دین را حفظ میکنه. یک کسی نگه این چیه؟ خدای تبارک و تعالی در حج گفته بیا سنگ بزن، به دیوار سنگ بزن مثلا. این چیه؟ همین چیز یکی از چیزهاییست که اسلام را حفظ کرده. شما به دیوار سنگ بزنی، اسلام را حفظ کرد. چرا؟ چون که نماده، نماد مبارزه با شیطانه. گفته بیا دور این سنگ فر بخور با این همه مشکلات. چرا؟ چون که این نماده، دین را در مردم ترکیز میکنه. شعائر امام حسین هم همین جوره، دین را ترکیز میکنه. ولذالک شما میبینید غالب کسانی که سر کار با شعائر ندارن، یه پاشون میلنگه، نمیگیم همشون، حالا غالبشون. و غالب کسانی که با شعائر سر و کار دارن، آخرش خوش عاقبت میشن.